شماری از استادان دانشگاه و بزرگان این حرکت دانش را بیجا و غیر منطقی خوانده و میگوید آقای دانش هنوز در خواب و خیال معاونیت است محمد امین جوادی استاد دانشگاه در صفحه فیسبوکش با نوشتن سربرگ تحت عنوان خطای مکرر نکات را وار به سرور دانش نوشته است آقای جوادی در صفحه فیسبوکش نوشته انتظار می رفت استاد دانش با توجه به تخصصشان در علم حقوق گروهی از حقوقدانان را گرد آورده و دوسیه نسل کشی هزاره ها را در نهادهای حقوقی بین المللی دنبال کند اما ظاهرا طعم شیرین معاونیت هنوز از کامشان نرفته و باز هم با اعلام تحسیس حزب سیاسی بعد دنبال ورود به سیاست کشور است اما چند نکته یک حضور استاد دانش در معاونیت ریاست جمهوری برای یک جامعه هزاره یک فاجعه بود ایشان در هفت سال حضور به جای نگاه به منافع ملی و مردم هزاره در افغانستان به آبروی اشرف غنی نگریست و چشم را بر فساد انحصار و استبداد تیمی فاشست ارک بست و نقش توجیهگر را بازی کرد استاد در برابر جنبش تبسم و جنبش روشنایی سکوت در برابر لشکرکشی غنی به بهسود و کمک به غنی در تدوین قانونهای حلفچر و سهمیبندی کانکور از بزرگترین خیانت های استاد دانش علیه منافع کشور و جامعه هزاره است دوم گذشته از موضوعات تکراری که در بیانیه حزب جدید آمده است به موضوع نظام فدرالی و مشروعیت جنگ مسلحانه علیه طالبان اشاره شده است اما ایشان در مقام معاونیت ریاست جمهوری همواره از مخالفان جدی نظام فدرالی بود بیانیه تازه شان در برابر رفتار گذشته آور قسم حضرت عباس و دنبه خروس است و بیشتر به ابن الوقتی میماند تا باور راسخ به موضوع نظام فدرالی سخن گفتن ایشان از نبرد مسلحانه را هم باید یکی از نشانه های آخر زمان تلقی کرد در زمان معاونیت ایشان غنی برای سرکوب تنها پتانسیل نبرد مسلحانه در هزار جات لشکر کشید و ایشان با سکوت آن را تایید کرد سوم هزارها تجربه تلخ حزبسازی را هم در دوران جهاد و هم 20 سال گذشته و تاثیر منفی آن به سرنوشت مردم را از یاد نبردند اطلاف هشتگانه وحدت چهار و حرکت شش پارچه تلخترین خاطره های جمعی هزاره ها را رقم زدند. برعکس تنها در دوره حزب وحدت اسلامی بر رهبری شهید مزاری نهزت عدالت خواهی نست یافت و در ذهن و زمیر مردم ریشه دواند. استاد دانش در مقام معاونیت این فرصت را داشت که نیروهای متکثر سیاسی را حول محور واحد گرد آورد اما تمام هفت سال را در رقابت با حزب سیاسی سپری کرد که از آدرس آن به معاونیت ریاست جمهوری رسیده بود چهارم. اکنون که تمام انرژی و انگیزه دیاسپورای هزاره در خارج از کشور معطوف به موضوع توقف نسل کشی هزاره ها و به رسمیت شناسی آن در سطح بین الملل است خبر تأسیس حزب آقای دانش همانند بانک خروس بیمه محل است که به انحراف افکار عمومی از این مهم کمک خواهد کرد متاسفانه دیر است که فضای سیاسی افغانستان از اخلاق و وجدان اخلاقی تهی شده است اگر شمه پایبندی به اخلاق انسانی وجود می داشت بسیاری باید دست از سیاست می و عطایش را بر لقایش می بخشیدند. و عارف رحمانی در واکنش به تأسیس حزب سرور دانش در صفحه فیسبوکش چنین نوشته است شماری از عملکرد گذشته سیاسی و حکومتی آقای سروردانش به ویژه از عملکرد او در دوره معاونیت آقای اشرف غنی عصبونی و برخی از پناهنده شدن ایشان به کشور نیوزیلند و سکوت یک ساله شاکی و ناراضی هستند و گروهی از شکستن سکوت ایشان و تأسیس حزب سیاسی و فعال شدن مجدد او در عرصه سیاست ناراحتند با توجه به اینکه هر کسی را برای کار ساختند و بررسی و ارزیابی کارنامه سیاسی آقای دانش در مقام ها و معاصب حکومتی به این نتیجه رسیدم که اصولشان برای کار و فعالیت سیاسی ساختن نشده است به همین جهت هر نوع فعالیت سیاسی آقای دانش را مخالف مسائل مردم و مزیر به منافع آنها و سبب خسارات شخصیشان در دنیا و آخرت می‌بینم. ای کاش جناب ایشان دست از سر مردم هزاره و عشقی و افغانستان بردارد و دوباره به فعالیتهای طلبگی و فرهنگی خود مشغول گردد.